جاهد دعوا جنگ با کفار رو و منافقین و سخت بگید بهشون و معبای اینا جهنم و بدجاییست. این همین آیه بدون یک قدم کم و زیاد تو سوره طول فرمه بده همین یا آیه کنه نفی جاهد کفار برم نگام که از این آیه تو سوره طول است و منافقین هم دو جام هستشون اونجور آیه. امام ششم فهمیدیم پیغمبر در زمین حیاتش جنگی نکرد که طرف مقابل منافق باشه. صدنا صد و نبد بود. صفحه چنده؟ صد و نبد بود. بعد این صد و نبد بود. بعد صفحه صد و نبد بود. بعد بله کسکر. آیه 73. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین فاغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. اینجا عین همینه. لا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین فاغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. کسی کم زیاد ممکن امام صادق فرمود پیغمبر جنگی نکرد که مقابلش منافق باشه، یعنی کسایی که به زبون شهادت اینو بگن رای قبول ندارن اینا جنگی نمیدن همش کفار. حتی که منافق تکی هم جنگ نکرده بیا چقدر برای پیغمبر شمس کشی آیه منافق باید رو شده پانه جنگ کنه. پس پیغمبر به این آیه اگر معنی کنیم که کفار و منافق اینو باشون جنگ کن عمل نکرده قسمت منافق اینو دوباره همی در چیز رو میده کبارا پیغمبر هم دستور بیاد عمل نکنه جهنمش حتی چند تای قرآن گفته انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم العظیم. من می دستم از این فرمان خدا رو نبرم از عذاب روزه. آقای امام باقر فرمود این واب جلوی منافقین واب محض، یعنی پیغمبر با کفار با همین منافقا که دورو بردن برو جد محض لشکرش همش منافق. اگر این واب و محض گیریم پیغمبر رو جهنمیش کرده این آیه رو همه نکرده باشه چاره نداره. باب چند تا معنا داره یکم باب محض، یعنی با همین منافقه باید برای اون واقعی شده و سخت هم دیگه به کفار و معبای کفار جهنم و به اصل باشه. خب حالا برای اونها که مطالبی داره میگذره تاریخ رو کسی باید بدونه باشه حضور داشته باشه. ما الان اول جلسه ها بدیم اونجا خدمت های رمزدامی همونی آیدنده شما دوستان بودن و فرصت بودش سوال جواب از همین بحث ها بود که ما در صحبت هم شد تاریخ ها رو بدونن چه خبر بوده چه مردمانی بودند پیغمبر از دنیا رفت چه آمدن در خونه علی بن ابی طالب آتیش رو بودن ده آتیش رو بودن من آمدن بخواه گردنش باید به بیعت کنیم فاطمه زهرا اومده در راه بره پشت در بچهش رو سریع کرد این پس زبن چیز که برای سمی و ضربت شدیده چون میشه و و و اسم مردم کجا میخوره چه خبره نه تاریخ حالت رو نمیده چون نمیدونه امشان به بلو پیغم یه وقت تو باست تو سخنران خلوی نیفرم خود پیموشو کرد سوان جنگ بوده تو بود جنگ فرم از علی ابن ابی طالب مثل شما رو نداشت جبهه می گفتن که میره رومین یا پنجاد با می کنم بید می سنن به بگه دفاع از علی چی داشت آخرش کشت نمی شون نبود کسی دمون می بیان شون نبود کسی مثل شما نست مالی خودم بدونه یعنی خیال نگه چه خبر اگه می خواهد زمان پیغمبر رو ببینه چه خبر هم سوره توبه که الان جلو من بازه این سوره یه وقتی تو سخنرانی تلویزیونی من اینجا الان خدمتتون نشستم پس شاید چلو که سخنرانم تا قدا این سال در حالی که انقلاب چرا پنج سال هم چند سال دیگه حالا خب من یکی سخنرانی فرمودم چون شب دمه فرمودم سوره توبه رو برای مردم تفسیر گفتم من نمیشتم آخه چیزایی که به شغل آدم مربوطه زیاد آدم مثلا یه بار خونه یه وقت دوشه برید بازار فرش بخریم فرش فرشو تا آخرون یاد تا هیچ ما شغل من کار داشت هم نصور توبه رو تفسیر چه خبر سوره توبه؟ به خبر نداریم به خودت ببینید چه خبره سوره توبه داستانش میری شروع شده پیغمبر
پنکر رو فرد کرد، شیش ماه اینجا بود، زنگ هنینم شد و جان فرد کرد قبیله حبازن تایل برگشت مدینه. شد سال نهم، ولی که شد سال نهم به حوادث زیادی داره رفت میده. وقایع سال نهم، اولا مردم فوج فوج میبادن مسلمون بشن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و سبح بحمده. یه مدینه پر جمعیت میشه، چشم برای 4500 نفر قبیله بنی فلان میبادن مثلا مسلمون بشن. مدینه بیچاره هم خواهی چیزی نداشتن، الان جواب داشتن اینا شسوراشون رو علوپه بدن به خودشون برسن به خیلی دوست رو میدن یه تا برن. اینا نرفته 1400 تا قبیله فلان اومدن مسلم، دوباره مهمون داره. اینا هم که میخوان مسلم بشن بسید که چیزی میخوان به ما بدن، توقع دارن احترام کنیم. به به بارکالله رفته بودیم این دفعه جشن امام زمان بکسیم مقصدی یه یاد بودیم رحیفی سال میشه. پیش نوازه گفتش که یه بهایی اومده پلو من، گفته که ببخشید یه مسیحی اومده پلو من گفته که بهایی ها بودن اگه بیایی بهایی بشی یه عددی بود مثلا 5000 تومان خوبت 1000 تومان بزد و بهت میدیم. شما مسلمان ها اگه بیشتر میدید میگه مسلمان دید. مزایده گذاشته بود این مبارش اون نه میده هشوی شما بیشتر بیم به مصبه شما و هم دیگه نگاه کردن مخواه کسی کولا بجی. بله حالا اینجوری بودش اینا نواده هی مسلمان میشه. حالا این یکی خود شلوغ شد و مدینه برن. یه بحث دیگه این که او خبر رسید که شهر مکه سقوط کرده. اوائل جنگ یادتون یه او سرسدا شد گفتم خرم شهر سقوط کرد رگیاتون بیاد بعد فکر با زحمت گرفتن دار چی شده. آره اینا که قرار داد باشون بسته سال 8 از اینا که مسلمون نشدن قرار دادا رو به هم زدن آمدن بدون رعایت ها تواف کردن چی رو بفسته. آیات اول همین سور توبه اومد تا 45 تفشتون هر سری بناشون داره بخونه براشون اعلام جنگ میداشت به 4 ماه به تو رحم میدیم دیگه باید مسلمون بشی اگر نه برید برون اگر نه هم میکشیم آن اولی سور است براعتون من الله. به هستدی گفتم یا علی چرا همه سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم داره سوره توبه نداره؟ فرمود سوره سوره دعوا بودش سوره رحمت نبود. یه وقت میخوایی بری یه نفر در خونش بزنیش دره که میزنی که سلام برگاه احوال رو بعد میزنی فقط دلازی هم دیتی بجان سوره اومده واسه کشتن میخوام بکشنه تو بعد بسم الله الرحمن الرحیم باید بگن شوخه میکنه اوائل بسم قاسمش جبلاری میدن برای براعتون من الله و رسول الله کسانی که عهد کردن از مشرقی عهد به هم زده بده حتی عهدشو به هم نزده بوده گفتم اونه که به هم نزده مصر عهدمون هستن تو همین براشت بقیه همون 4 ماه بس اون بحث میدید باید فقط بزن در مکه برید اگر من باید قدوم لهم کلیم هم از شد تمام ایلوگه ها رو بگیرید اگه نرفته باشن فقط کشته بده. بعد اگه تو بند کردن بیان رو خلابی بشه این غیر از این مطلب رو افتاد که حالا اینجا صحبت برن آیت رو بخون. خبر از 8 کانال رسید که دولت روم در محل روم شرقی ترکیه یا اون وقت بوده ترکیه الان اونجا دون هاستا لشکر در جا به جای لشکر میدونه دولت روم فهمیده یه قدرت اینجا پیدا میشه شده میخواد بدم به تو بخش خطره من جنگ کنه این قدرت رو بندر از این 8 کانال 3 تاش درست بودش من جدی بود درست بودش آقا برم من که سلام نیست واسین اونا بیان بعد بریم تو بیابونا جلوش حالا مردم جارت که مثلا دره اینا دیگه بشاش لطبانی پا بلند شده این آفره این آفره این می گفتن که محمد شرفت دولت آب قبیله های عرب هم که برن دعوا 1500 تا من برین ترقوتو رو بکنیم بالاخره نصف دنیا یا اون زمان بود رو اون زمان دو تا بند قدرت داشتون یا ایران واقعا نصف دنیا دست ایران بود دستش اصلا مکه مدینه مستعمره ایران رو
نامه پیغمبر رفت بعدش اومد که چرا رعیت نمیده اسمش رو بیلوتر از اسم من نمیشته ایران مستمره پوچوز دونت شما تو اون تاریخ ها اومد که دبیرستان میرفتی یاد اگه خونده باشید نوشتی گاهی دولت روم و ایران 7 سال جنگ میکرد گاهی 12 سال جنگ کجا جنگ میکردن؟ دقیقا نصف کره زمین دعوا بود هر جا روم هر جا ایران بزده الان شما با عراق دعوا میکردی که یک گله نبود ما 2000 کیلومتر مرزم تو تمام 2000 کیلومتر دعوا از جا عراق هر جا ایران دعوا نصف دنیا 12 سال دارن تو به 10,000 جبهه ها نصف دنیا زیاده حالا این میخواد بیاد اینا رو عبن ببره اصلا احتیاج نیستش که دولت روم بیاد دعوا کنه سربازاش توف خورم آب دهن علف و هر بیداره مکه مدنه بیبقا نصف دوری ها یه وقت آقای خمینی اوایلش که 70 چند سال پیشی سهیونستان چیزا بگون کردن داشت به ممالک اسلامی چیز میکرد و شما مسلمان را چرا حمایت نکنی شما هر کدوم یه پارچه آب بریزید اصلا آب میبره اینا رو زیاد هم جمعیت چرا اون نکردن به سهر نکردن ولی پیغمبر چاره این نداشت باید میرفت جنگ دیگه کنید توب شما حالا این سوره در این ارتباط مزر شد مثلا صفحه 193 رو بیاری از خط سوم من خط چهارم یعنی یه چیزی میخورم گوش یا ایها الذین آمنو نمیرفتن داخل ای بومن ما لکن بدون قیل لکن نسترو فی سبیل الله چطونه میگن برید لعبا جمع بشین و بریم با روم بزنگیم به ساحل کلده هر چسبیدید همه به زمین هیچ کس نمیخوردش رضیتم من حیات دنیا هم دنیا رو میکنه دنگ من گیده میکنه بکنید یه درسی فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل حالا به فر زنده هم بمونه چند روز زنده ای بعد برای عبد میره عذاب بشه ارزم بری که حالا باز می پایین همشون من برای همین ارتباط ها حالا اون دکیه کنید باید تره برای تو بگیم صفحه 194 بالا میگه انفرو شفافن و سرانن چه با بار چه بی بار چه جوان چه پیر را بیفتید جاهدو به انواله که انفسکم مالتون جانتون برید در راه خدا این بهتره براتون اگر بدونید تهنه بهشون زده خدا لوکان عرزن و قلیدن و سفرن باسدا اگه راه نزدیکی بود و همین جلو و میدونستید ممکنه پیروز بشید و قنیمیت هم گیرتون بیاد عرز غریبه نید در آمدی همین نزدیک روی سفر چند کیلومتری چون اینجا که را افتادم تا سر مرزش ترکیه اون وقت دوم شهره گشم بفتند 600 کیلومتر را خیلی بشت اگه اینجوری بود بله میمادم میرفتن ده ها ولی اوکن بودت علیه مشقه اینجا دیگه خیلی را بتونانگه 600 کیلومتر حالا ما آمدن برای اینکه نیان سیحرفون بالله به خدا قسم میخوردن که لبستتن حالا خرج رو محکم اگه میتونستیم میان بریم میتونستن یبلکون انفسهم خودشون رو دارن عبه میبرن همه در آخرت شد اینا و لا یکلم هندهم لکاذبون خدا میدونه دوی هم میگن میتونن دقیقا برای چون خوش الله بود و را میامد و هی حتی ظاهری رو حالا احترامشون میکرد قبول میکرد و اینا ولی خب تو نمیتونه یه دلیار نمی آورد و نمیتونه ساکه بشه سر خدا سر صدای خدا در اومد افالله و هنی افالله و هنی اصطلاحه ما میخوام طرف و حرف بزنیم باش در این حالی چیزی هم بکنیم میگم پدر هم مرزیده بعد عرب هم اونو میزنیم عرب هم میگن افالله و هنی زیاده تو تاره مثلا از امام شیشون سوال کنیم اول یه افالله و هنی بس سوال کرد اصطلاحه به خدا پیغمبر فهمد افالله و هنی